ده روز پس از قتل پدر و مادرم، خونه رو بعد از پیگیری های مکرر برادرم و من به ما پس دادند. وقتی که به همراه اون مأمور تحویل به خونه آمدیم، برادرم بود، من بودم، دو سه نفر از اقوام و دوستان سیاسی پدر و مادرم بودن. اونجوری که ما دیدیم اصلا قابل باور نبود، برای اینکه این خونه رو در واقع به یک شیوه بسیار وحشیانه غارت کرده بودند. تمام کشوها باز بود، کاغذها روی زمین، روزنامه ها پخش و پلا، حتی لباس کمد لباس های پدر و مادرم رو باز کرده بودند و لاش رو گشته بودند. همه چیز باژگون شده بود، انگار یک گردبادی آمده همه چیز رو به هم ریخته و بسیاری بسیاری مدارک سیاسی زندگی پدر و مادر من رو، آرشیف هایی که داشتند و اونچه که در واقع میراث سیاسی اونها بود و در این خونه نگهداری می شد به غارت برده بودند. این غارت کار قاتلان نبود، کار مأموران انتظامی بود که ادعا کرده بودند دارن ردگیری قاتلا رو اینجا میکنن، انگشت نگاری میکنن یا به هر صورت پیگیری های دیگه میکنن، ولی به صورت همزمان آنچه رو که مربوط به مدارک سیاسی زندگی پدر و مادرم بود از این خونه خالی کرده بودند و با یک بی احترامی بسیار واضح و وقیحانه تمام این خونه رو ریخت و پاش کرده بودند. من بعدها در پرونده اینجا اتاق کار و کتابخونه این خونه است که سالها پدر مادر من اعلامیه نوشتن، گزارش خبری نوشتن، مصاحبه کردن. روی این صندلی پیکر بی جان پدر من پیدا شده، او رو در این اتاق به قتل رسوندند. صندلی رو زیر پیکر او رو به قبله چرخونده بودند که در واقع نشانه ای از قتلی با انگیزه مذهبی. عصای اوست که پایین پاش افتاده بوده، هنوز روی این صندلی چند لکه کوچک خون دیده میشه و یکی از دوستان پدر و مادر من که جزء کسانی بوده که پیکر اونها رو پیدا کرده میگفت که با لباس کامل، کت و شلواری که همیشه به تن داشت، روی این صندلی بوده و سینش خونالود بوده، سرش به عقب افتاده بوده و دهانش کمی باز بوده. بر اساس گزارش پزشک قانونی 14 ضربه چاقو به قفسه سینه پدر من خورده شده. کسانی از اعترافات قاتلین او در پرونده من به یاد دارم که گفتند کسی دست چپش رو از پشت گرفت، کسی دست راستش رو گرفت، کس دیگری با دست مالی دهانش رو گرفت و یکی هم ضربه های چاقو رو به سینه او زد و به هر صورت اینجا مکانیه که مکان آخرین نفس‌های پدر من.